درگیری زنان دلیر تهرانی در خیابان شریعتی با ماموران گشت سرکوبگر و فراری دادن آنها، اعتراض جوانان ایلامی به ماموران گشت سرکوبگر انتظامی، تجمع اعتراضی مردم همدان علیه دزدی میلیاردی کارگزاران رژیم آخوندی، اعتراض کارگران کارخانه سرب و روی زنجان، اعتصاب در بازار بزرگ طالقانی اصفهان، درگیری چغندرکاران استان اصفهان با ماموران سرکوبگر حراست اداره بازرگانی رژیم، تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار زرین شهر اصفهان، ادامه حرکت اعتراضی نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان، گزارش‌های تکمیلی از اعتراض مردم اصفهان در مقابل بیمارستان موسوم به چمران، تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان جنگ ضد میهنی خمینی در مقابل مجلس ارتجاع برای سومین روز، درگیری روستاییان مریوان کردستان با ماموران نیروی انتظامی، بیانیه زندانیان سیاسی اهل سنت در گوهردشت کرج، تسلیم طاغوتیان نمی‌شویم حتی اگر اعدام شویم. تعدادی از زنان خشمگین در خیابان شریعتی تهران با ماموران گشت سرکوبگر موسوم به امر به معروف درگیر شدند. این درگیری روز دوشنبه صورت گرفت و معترضان به مزدوران زن باتون به دست گشت اجازه ندادند چند دختر جوان را به بهانه آخوندساخته بدحجابی مورد اذیت و آزار قرار دهند. مزدوران رژیم از ترس بالا گرفتن این حرکت اعتراضی که با حمایت مردم حاضر در صحنه روبرو شده بود پا به فرار گذاشتند. جمعی از جوانان ایلامی به ماموران گشت‌های سرکوبگر موسوم به ارشاد که روز دوشنبه 4 شهریور قصد دستگیری چند زن و دختر جوان را به بهانه آخوندساخته بدحجابی مورد اذیت و آزار قرار دادند اعتراض کرده و آنها را هو کردند. جمعی از مردم همدان در اعتراض به دزدی و کلاهبرداری کارگزاران رژیم آخوندی در نمایندگی شرکت سایپا تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگزاران رژیم با دادن رسید و حوالی جعلی به مردم و فروش ماشین‌های فروخته شده قبلی به نام افراد جدید مشغول کلاهبرداری بودند. مبلغ دزدی 70 میلیارد تومان اعلام شده است. ۴۰۰ تن از شرکت کنندگان در آزمون استخدام ذوب آهن اصفهان در مقابل اداره کار زرین شهر تجمع کردند و با سردادن شعارهای علیه مقامهای حکومتی به لغو این آزمون اعتراض کردند. معترضان سپس از مقابل اداره کار تا ورودی ذوب آهن تظاهرات کردند و به تهدید ماموران نیروی انتظامی اعتنایی نکردند. این آزمون قرار بود روز جمعه 8 شهریور برگزار شود. صاحبان فروشگاه‌های کامپیوتر در بازار بزرگ طالقانی روز سه‌شنبه 5 شهریور در اعتراض به اخاذی مالیاتی رژیم آخوندی اعتصاب کردند. اداره مالیات رژیم اخیراً برای هر فروشگاه مبلغ کلانی مالیات و مبلغی هم جریمه در نظر گرفته است. چغندرکاران استان اصفهان روز سه‌شنبه در مقابل اداره بازرگانی رژیم تجمع کردند و به پرداخت نشدن پول محصولات سال گذشته خود به این اداره اعتراض کردند و با ماموران سرکوبگر حراست درگیر شدند. در جریان این درگیری 7 تن از کشاورزان زحمتکش مجروح شدند. 3 تن از گردانندگان حراست نیز به دست کشاورزان خشمگین گوشمالی داده شده و مجروح گردیدند. بر اساس گزارش‌های تکمیلی از تجمع اعتراضی روز دوشنبه اصفهان، نیروهای یگانه ویژه 5 تن از معترضان را دستگیر کردند. این تجمع در مقابل بیمارستان موسوم به چمران و در اعتراض به فوت 2 بیمار به نام‌های عباس سمی و ابراهیم سلیمی صورت گرفت. این بیماران به دلیل خودداری رژیم آخوندی از تأمین داروهای ضروری جان باختند که موجب خشم خانواده‌ها و مردم شد. روز
روستاییان زحمتکش روستای جانوره از توابع مریوان در استان کردستان با ماموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. درگیری هنگامی رخ داد که ماموران رژیم به این روستا یورش برده و به تفتیش منازل پرداختند. مردم در مقابل این اقدام مقاومت کرده و با ماموران درگیر شدند. در این درگیری جوانی به نام پیمان احمدی 17 ساله بر اثر شلیک مزدوران رژیم مجروح شد و به بیمارستانی در سنندج منتقل گردید. بیش از 400 تن از کارگران کارخانه سرب و روی زنجان در مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تعیین وضعیت شغلی خود شدند. نمایندگان کشاورزان زحمتکش خراسان اصفهان روز چهارشنبه ششم شهریور بار دیگر در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار دریافت غرامت ناشی از قطع آب کشاورزی توسط رژیم آخوندی هستند. بیش از 150 تن از اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ ضد میهنی برای مطالبات خود مقابل در شمالی مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند. این سومین تجمع معترضان در این محل است. جمعی از زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج طی بیانیه‌ای اعلام کردند سربازجوهای اطلاعات آخوندی آنها را تهدید کردند اگر بر سر مواضع خود باقی بمانند به اعدام و احکام سنگین محکوم خواهند شد. این زندانیان تاکید کردند نه تنها در برابر طاغوتیان سر تسلیم فرود نمی آورند بلکه حاضرند جان و مال و تمام زندگیشان را در راه توحید و دعوت مردم به دین حق و پاکدامنی و صداقت با کمال خرسندی ببخشند.